سلام به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 میزان سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: نگرانی ها از نقض حقوق زنان در افغانستان. 80 کشور جهان با یک صدا از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کردند. مقامهای طالبان می خواهیم که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشری و آموزه های اسلام که زنان را توانمند می سازد، از حقوق آنان محافظت و آن را تایید می کند، اجازه دهند که زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان بهره‌مند شوند. رد ادعای پاکستان از سوی امارت اسلامی. وزیر داخلی پاکستان ادعا کرده که بسیار حمله ها در پاکستان را شهروندان افغانستان انجام داده. از ماه فوریه 24 حمله انتحاری صورت گرفته است که در بین آن 14 حمله انتحاری را ادبای افغانی انجام داده است. ما رد میکنیم که مهاجرینی که در پاکستان زیست دارند در خلاف قضیه یا حمله در اون کشور دست داشته باشند. به میلی امریکا برای عادی سازی روابط با طالبان. کاخ سفید میگوید اگر طالبان به دنبال کسب مشروعیت بین المللی است، باید به تعهداتشان با جامعه جهانی عمل کنند. ما آنان را به عنوان یک قدرت حاکم در افغانستان به رسمیت نشناخته ایم. آنان می خواهند که مشروعیت کسب کنند، پس باید به تعهدات خود عمل کنند. مشروعیت داخلی یا مشروعیت ملی اصلا حاصل کننده مشروعیت خارجی هستند. صادرات میوه خشک قندهار به بیرون از کشور. اتحادیه میوه خشک این ولایت آمار می‌دهد که در جریان سال روان به ارزش 600 میلیون دلار میوه خشک از این ولایت به کشورهای بیرونی صادر خواهد شد. و آغاز مانورهای نظامی دروزه در ایران. من شمسمانی میزبان شما هستم. وقت شما بخیر. 80 کشور جهان در یک بیانیه مشترک در 78 مجمع عمومی سازمان ملل از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کردند. در این بیانیه از حکومت سرپرست افغانستان خواسته شده تا بر بنیاد آموزه های اسلامی و قوانین بین المللی حقوق بشر را ارج بگذارد و از حقوق زنان و دختران نیز محافظت کند. اما امارت اسلامی در واکنش به این بیانیه از تأمین حقوق زنان و دختران بر بنیاد شریعت اسلامی اطمینان می‌دهد. امارات متحده عربی، استرالیا، ژاپن، اسپانیا، چیلی، اتحادیه اروپا و 74 کشور عضو و ناظر سازمان ملل متحد در یک بیانیه مشترک در 78 مجمع عمومی سازمان ملل از نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی کردند. در این بیانیه فرمانهای امارات اسلامی در برابر زنان تبعیض سیستماتیک، سرکوبگرانه و خشونت عنوان شده است و از امارات اسلامی خواسته شده است تا زمینه مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن زنان و دختران را در زندگی عمومی و سیاسی افغانستان بازگرداند. ما از مقامهای طالبان می خواهیم که بر بنیاد قوانین بین المللی حقوق بشری و آموزه های اسلام که زنان را توانمند می سازد، از حقوق آنان محافظت و آن را تایید می کند، اجازه دهند که زنان و دختران در افغانستان از حقوقشان بهره‌مند شوند. در این بیانیه همچنان فرمانهای امارت اسلامی در برابر زنان برخلاف ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری پنداشته شده است. اما سخنگوی امارت اسلامی میگوید که حقوق زنان و دختران بر بنیاد شریعت اسلامی در کشور تامین است. افغانستان که دکتر دون جنو هر حقوق اسلامی شریعت و کری اگر چکنه تر کولند کولی سی او نه کی اول که اگر واجبه په شکل باندې امارت غت رسیدگی که خپل فرض گوری چی پیدا بود اکوار که. حالا پرسش اینجاست که برگزاری نشست های بین المللی و بیانیه های مشترک برخی از کشورها چی تأثیر بر روی وضعیت زنان و دختران در افغانستان خواهد گذاشت؟ ده ها اعلامیه و قطعنامه را شاهد بودیم، اما تا اونوس به شکل عملی ما کدوم نتیجه را نمی بینیم. اما مسئله است که امارات باید تصمیم بگیره که آیا میشه که با دنیا زندگی کنه یا نه.
پیش از این نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان و نمایندگان برخی از کشورها در 54مین نشست شورای حقوق بشر از وضع محدودیت‌ها بر حق کار و آموزش زنان و دختران نگرانی کرده و از حکومت سرپرست خواستند تا حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان را تامین کند. امارت اسلامی از حکومت موقت پاکستان میخواهد که تصمیمش را درباره اخراج مهاجران افغان از این کشور بازنگری کند. سخنگوی امارت اسلامی رفتار حکومت موقت پاکستان در برابر مهاجران افغان را پذیرفتنی نمیداند. پیش از این وزیر داخله حکومت موقت پاکستان گفته بود که مهاجران غیرقانونی به شمول افغانان باید تا کمتر از یک ماه دیگر پاکستان را ترک کنند. در ادامه بازداشت مهاجران افغان در پاکستان، اکنون وزیر داخله حکومت موقت پاکستان از مهاجرانی که در پاکستان به گونه غیر قانونی به شمول افغانان بودوباش می کنند، می خواهد تا این کشور را ترک کنند. سرفراز بوکتی می افزاید که اگر مهاجران افغان تا اول ماه نوامبر سال روان میلادی پاکستان را ترک نکنند، آنان را اخراج خواهند کرد. به مهاجران غیرقانونی تا اول نوامبر وقت دادیم تا با رضایت خود به کشور خود برگردند و اگر تا مهلت داده شده خارج نشوند، ما آنها را دیپورت می کنیم و بعد از اول نوامبر کسی بدون پاسپورت وارد پاکستان شده نمی تواند. و از تاریخ 10 اکتبر تا 31 اکتبر افغانها اجازه ماندن با تذکره الکترونیکی را دارند و بعد از آن با پاسپورت و پروسسی ویزا وارد پاکستان شده می توانند. از سوی هم معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پاکستان را پناهگاه مهم در روند تخلیه افغانها عنوان می کند. چیزی که من میخواهم بگویم این است که پاکستان شریک مهم در اسکان مجدد افغانهایی بوده است که از افغانستان تخلیه میشوند و به دنبال اسکان مجدد هستند. از سوی هم شورای مهاجران افغان در پاکستان از جامعه جهانی و حکومت سرپرست میخواهد تا درباره چالش های مهاجران افغان اقدام فوری کنند. وزیر داخله به سرعت اعلان میکرد که 1,400,000 نفر بدون ثبت رایشترد جا وجود دارد بعد از جا دستگیر و دیپورت شد. اما امارت اسلامی برخورد حکومت موقت پاکستان با مهاجران افغان را قابل قبول نمیداند. سخنگوی امارت اسلامی از حکومت پاکستان میخواهد تا در این باره تجدید نظر کند. ما خواهان ازی هستیم که با مهاجرین افغان تعامل انسانی صورت بگیرد، تعامل اسلامی صورت بگیرد. اگر آنها اسنادم ندارن یا غیرقانونی در اوجا هستن که سالا بودن، به خاطر برگشتشان راه مناسب اختیار شود. این در حالی است که به گفته وزیر داخله حکومت موقت پاکستان بیش از 1,700,000 مهاجران افغان به گونه غیرقانونی در پاکستان بود و باش می کنند. همزمان با این هیئتی که از سوی حکومت سرپرست برای بازگشت مهاجران از پاکستان گماشته شده در سفر به ولایت ننگرهار از ساخت یک کمپ در ولسوالی لعلپور این ولایت خبر می‌دهد. به گفته اعضای این هیئت پس از محدود شدن کمک‌های سازمان جهانی مهاجرت، آنان تلاش دارند تا برخی از نهادهای دیگری را برای کمک‌های خوراکی و نقدی به برگشت کنندگان تشویق کنند. پس از تسریع روند برگشت کنندگان افغان از گذرگاه دورخم برای دومین بار است که بر بنیاد فرمان ریاست الوزرا یک هیئت متشکل از نمایندگان 6 وزارتخانه و اداره ها به ننگرهار سفر و از نزدیک چالش های مهاجران را بررسی می کنند. اعضای این هیئت به رهبری وزارت مهاجران و برگشت کنندگان میگویند که افزون بر حل دیگر چالش ها کمپ های موقتی را برای برگشت کنندگان در ولسوالی لعلپور ننگرهار ایجاد می کنند. داسی کورنی څوک وی چې مشری شزه کوي او یا دای سرپناه او وارث نه لري چې هغه ته انتقال برابر کی یا هغه ته د ترانسپورت سہولت برابر کی یا هغه په موقت شکل کې د لالپورې پداش کې موږ د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې دلته په موقتی شکل کې یو سرپناه او د یو کمپ په شکل کې یو ترتیب جوړ کی. به گفته این هیئت پس از محدود شدن کمک های سازمان مهاجرت، آنان تلاش کردند تا برخی دیگر از نهادها را برای کمک های نقدی و خوراکی به تازه برگشت کنندگان تشویق کنند. از سوی هم برخی از باشندگان ننگرهار از حکومت پاکستان می خواهند که از آزار و اذیت مهاجران افغان دست بردارند و بر بنیاد قوانین بین المللی با آنان رفتار کنند. پاکستان چکم کارونه که افغانان بسره یعنی داده گوانی که وصول نمید. او دست کارونه شیه و اسلامی امارت بده بابا که خبری ور سره وکي هر څه خبرو دلاري حل کوي ملګرو ملتونو کوم یونیسف د کوم هغه موسی چې د مرسته کې حالت او سیګي د پاکستان دولت سره مرسته کې هغه باندې موږ د هغه د بچ د دغه سګلنه څخه مخه ونیسي او کوم هیوادوال چې مثال د پیښور نه راځي او په افغانستان د یو سره هغه مرسته لازمي مرسته وکړي.
بر بنیاد گفته های مسئولان در دو سال گذشته 150 هزار خانواده از گذرگاه تورخم به کشور برگشتند و اکنون نیز این روند به شکل بی‌پیشینه افزایش یافته است. امارت اسلامی سخنان وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان درباره دست داشتن افغانها را در حمله های حراس افغانانه در این کشور رد میکند. سخنگوی امارت اسلامی میگوید مهاجران افغان در حمله ها بر پاکستان دست ندارد و باید این کشور عامل اصلی حمله ها را پیدا کند. این در حال است که وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان ادعا کرده که بسیار حمله ها در پاکستان را شهروندان افغانستان انجام داده. سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به اظهارات سرفراز بوکتی وزیر داخلی موقت پاکستان میگوید که مهاجران افغان در رویدادهای امنیتی پاکستان دست ندارند. ذبیح الله مجاهد میگوید که نباید پاکستان به این بهانه افغانها را آزار و اذیت کند. ما این رد میکنیم که مهاجرینی که در پاکستان زیست دارند در کدام قضیه یا حمله در او کشور دست داشته باشند. پیش از این وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان ادعا کرده که 14 نفر از 24 مهاجم انتحاری که پس از ماه جنوری 2023 در این کشور حمله کردند افغان ها بودند. سرفراز بوکتی افزوده که در این باره باید به فتوای رهبر امارت اسلامی عمل شود. 24 سوساید بومبینگز هستند. از ماه فوریه 24 حمله انتحاری صورت گرفته است که در بین آن 14 حمله انتحاری را ادبای افغانی انجام داده است. شماری از آگاهان مسائل نظامی و سیاسی به این باور هستند که این اظهارات مقامهای پاکستانی روابط میان کابل و اسلام آباد را خدشه‌دار خواهد کرد. څلويخت میلیون وګړو سره دشمنی او یا د هغې اراده او نیت په دې کې راڅرخوي نو دا به زه فکر کوم چې هم غیر مسؤولانه دي او غیر د همسایتوب او د نړیوال او د حقوقو ټولو اصولو نه لرې دي. مسایل امنیت مردم میتونن گرفته، اقوام دو طرف سرحد میتونن گرفته، اونا را فرصت بتن و کشورهای منطقه و جهان حمایتشان کنه. من فکر میکنم که مسئله تروریسم و ترهګری از بین خواهد رفت. این در حال است که پیش از این نیز مقام های دیگر پاکستانی گفته بودند که خاک افغانستان بر ضد پاکستان کار گرفته می شود. موضوعی که همواره امارت اسلامی آن را بی اساس خوانده است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید در حال حاضر عادی سازی روابط با طالبان دشوار است. جان کربی می افزاید که اگر طالبان میخواهند مشروعیت بین المللی کسب کنند باید به تعهداتشان با جامعه جهانی عمل کنند. امارت اسلامی میگوید به تمامی تعهداتش در برابر جامعه جهانی عمل کرده. در ادامه خواست‌های جهان مبنی بر عملی نمودن تعهدات امارت اسلامی در برابر جامعه جهانی، این بار شورای امنیت ملی کاخ سفید تاکید می‌ورزد که طالبان از بهره بر رسمیت شناسی باید به تعهداتش پابند بماند. جان کربی می‌افزاید که عادی سازی روابط با طالبان در حال حاضر دشوار است. ما آنان را به عنوان یک قدرت حاکم در افغانستان به رسمیت نشناخته ایم. آنان می خواهند که مشروعیت کسب کنند، پس باید به تعهدات خود عمل کنند. منظور من این است که چگونه طالبان می خواهند یک اداره مؤثر و یک اقتصاد مفید برای افغانستان ایجاد کنند، در حالی که زنان همچون نیمه از نیروی کار این کشور از شرکت در این فرایند منع می شوند. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی به این باور هستند که تمکین کردن حکومت سرپرست به خواستهای مشروع جهان میتواند گره‌گشایی مشکلات کانونی در کشور باشد. دولت امارت باید با جهانیا بشینه و مشروعیت داخلی یا مشروعیت ملی اصلا حاصل کننده مشروعیت خارجی هستند. در دو سال گذشته فشارهای محتمل شده اقتصادی سیاسی، هدف تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسی کشورهای منطقه و فرامنطقوی در حکومتداری در افغانستان هست. اما امارت اسلامی در واکنش به این گفته های سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید که حکومت سرپرست به تمامی تعهدات خیش در برابر جهان عمل کرده است. افغانستان اسلامی مرد حکومت بینی چه در لو دلی چه سر اغو سر اغو بده تینگ ولار ده افغانستان خواهر دی چه پسید نده استعمال سوی امنه پده ار شواهد وجود لری به ایز دول. اول داده سی افغانستان که دی حکومت سرنگوالی سی ده افغانانو کرده نور حواد پر اعتبار نلری. این در حال است که پیش از این جامعه جهانی همواره رعایت حقوق بشر به ویژه حق کار و آموزش بانوان، کار گرفته نشدن خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و مبارزه با گروه‌های حراس افغان را از شرایط به رسمیت شناختن حکومت سرپرست عنوان کرده است.
برنامه جهانی خوراک کمک 100 میلیون دلاری بانک توسعه آسیایی را می‌ستاید. این نهاد می‌گوید این کمک‌ها برنامه جهانی خوراک را قادر می‌سازد تا در یک سال برای بیش از 1.3 میلیون نفر در افغانستان که با ناامنی غذایی روبرو هستند کمک کنند. همزمان با این بانک جهانی در گزارش می‌گوید به علت کاهش کمک‌های جهانی به افغانستان چالش‌های اقتصادی بیشتر شده و تولید ناخالص داخلی نیز کاهش یافته. ادامه خبر شش. اتحادیه میوه خشک کندهار آمار می‌دهد که در جریان سال روان ارزش 600 میلیون دلار میوه خشک از این ولایت به کشورهای بیرونی صادر خواهد شد. به گفته مسئولان این اتحادیه، همکنون میوه خشک کندهار افزون بر پاکستان و هند به سایر کشورهای جهان نیز صادر می‌شود. با این حال برخی از بازرگانان از بلند بودن بهای میوه خشک کندهار در بازارهای جهانی سخن می‌زنند. اینجا در پارک صنعتی کندهار همه روزه تا 10 تن میوه خوش در این کارخانه پس از پروسس و بسته‌بندی به کشورهای بیرونی صادر می شود. برخی بازرگانان نیز میگن که امسال در بازارهای جهانی میوه خوش کندهار به بهای مناسب به فروش می رسد. په جمرټر کې باریږي درې پاکستان پرځي درې بارډر پوری هلته بیا پاکستانی گاڑی تولیږي پاکستان په خاور کې چیرې ځي انډیا ته حتی اگر روسیا ته ځي لیکن موږ خپل چې یو پر هندستان باندې کار کوو او موږ نو ډېر شمه واده درې ټنه موږ انځر د ورځې استو او تقریبا ان شاء الله الرحمن په اوتکه او دربش تنه شکر پاره او جوش و کشمش چې د اش سیزن یغه استور. اتحادیه میوه خشک کندهار میگد که همکنون افزون بر پاکستان میوه خشک این ولایت به کشورهای هند، ترکیه، بنگلادش، چین، کانادا، جرمنی، سویدن، پولند و امارات متحده عربی صادر می شود. به گفته مسئولان این اتحادیه تا پایان امسال به ارزش 600 میلیون دلار 110 هزار تن میوه خشک این ولایت به کشورهای بیرونی صادر خواهد شد. مر صادرات تقریبا کلنی یو لک مر صادرات لرو تقریبا اندازان دا سیو دغه کیج د 500 څخه د 600 میلیون ډالر په لګر سره صادرات کوو. بر بنیاد معلومات اتحادیه میوه خشک کندهار، صادرات میوه خشک از این ولایت به کشورهای بیرونی 70% از صادرات کشور را تشکیل میدهند. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان در واکنش به محدودیت های تازه وضع شده در بخش ترانزیت میگوید این محدودیت ها خلاف اصول جهانی است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان کالاهای ترانزیتی که امکان قاچاق دوباره به پاکستان را دارد ممنوع کرده. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری از پاکستان میخواهد که سهولت ها را در بخش ترانزیت و صادرات کالاها از افغانستان به پاکستان فراهم سازد. نرخ ارز ها یک دلار امریکایی 76 افغانی و 50 پول، یک یورو 80 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار هندی 970 افغانی. هزار تومان ایرانی یک افغانی و 50 پول و هزار کلدار پاکستانی 260 افغانی. از همراهیتان سپاسگزارم. اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم.